دشمنی باز نورین. شدت دشمنی روافض با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به حدی است که چشم دیدن هیچ گونه فضیلت و ستایش درباره ایشان را ندارند. از جمله این موارد دشمنی این کینه‌توزان با عثمان ابن عفان رضی الله عنه است. عثمان رضی الله عنه تنها فرد تاریخ است که شرف ازدواج با دو دختر از یک پیامبر الهی را داراست. ازدواج با دو نور چشم بزرگترین پیامبر تاریخ لقب ذی‌النورین یعنی صاحب دو نور را برای عثمان به همراه داشته است. اما از آنجا که آخوند رافضی چشم دیدن این افتخار را ندارد، تلاش می نماید تا با انکار وجود دختران به نام زینب و رقیه و ام کلثوم در خانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عثمان و ابوالعاص بن ربیع رضی الله عنهما را از لیست دامادهای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خارج سازد. اما نسبت به تعداد فرزندان رسول خدا، بعضی ها میان مطرح میکنن که رسول خدا نمیدونم دختری به نام رقیه داشته، رسول خدا دختری به نام زینب داشته یا ام کلثوم، که ما اینها رو قبول نداریم. ما در سایت ولیعصر کامل پیرامون اینها بحث کردیم که در جواب دادیم پیرامون اینکه آیا دختران رسول خدا زن عثمان بودن یا نبودن، اونجا کامل بحث کردیم. ما اعتقادمون اینه رسول خدا صلوات الله و سلام علیه دختری غیر از حضرت زهرا نداشتن. جالبان است که در همین شبکه آخوند دیگر به نام یوسفی غروی سخن آخوند قبلی را کاملا مردود می شمارد و آن را شبهه بی جا می خواند و می گوید این سخن را برای اولین بار یک غالی فاسد المذهب گفته است. اجازه بدید یک سوالی رو که شاید خیلی ها شنیده باشند و این در ذهنشون باشه که آیا حضرت فاطمه تنها فرزند حضرت خدیجه و پیامبر بودند یا اینکه از حضرت خدیجه و پیامبر خواهران دیگری رو هم داشتند و حضرت زینب، حضرت رقیه و حضرت ام کلثوم که در بعضی از روایات ما آمده خواهران تنی حضرت فاطمه هستند یا خیر. این سوالی است که شاید برای خیلی از بینندگان ما مطرح باشه. امشب در این زمینه شما روشنگری بفرمایید و با ما بفرمایید که به چه صورتی است. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که شما اشاره کردید در برخی از اخبار ائمه اطهار علیهم السلام تعداد فرزندان پیغمبر از حضرت خدیجه علیها السلام آمده و از جمله کتاب بصائر الدرجات صفار قمی متوفای 279 هجری، یعنی حتی وفاتشون قبل از مرحوم شیخ کلینی است، و همچنین در کتاب قرب الاسناد حمیری از اصحاب امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام که در غیبت صغرا میزیسته و فوت کرده. این دو از منابع حدیثی کهن معتبر ما متضمن بر دو خبر از حضرت امام باقر و امام صادق علیهم السلام هست. در تعداد فرزندان رسول خدا از حضرت خدیجه نسبت به این سه دختر زینب و رقیه و ام کلثوم تعبیر داره هن بنات رسول الله من خدیجه در یک خبر، در خبر دیگر برعکس هن بنات خدیجه من رسول الله. بنابراین این مسئله تشکیک در این که اینها آیا دختران حضرت رسول خدا از خدیجه بودن یا دختران شوهر قبلی خدیجه بودن یا دختران اصلا خواهر خدیجه حاله بودن که در محضر خدیجه بودن، اینها شبهه‌های به جایی نیست، یعنی مستند به اخبار ائمه اطهار علیهم السلام نیست. برای اولین بار این شبهه از ابوالقاسم
کوفی احمد ابن علی احمد قاسم ابو القاسم کوفی زیدی غالی فاسد المذهب، یعنی رجالیون ما، وقتی که این شخص رو متعرض شدن ازش تعبیر به غال فاسد المذهب تعبیر کردن. این آقا در کتابی دارد که کتابش هنوز موجوده، متوفای 353 هجری است، در راه شیراز فوت کرده، یعنی نیمه قرن چهارم هجری. این آقا کتابی داره به نام الاستغاثه من بدع الثلاثه و در ذکر متائن خلیفه سوم متعرض این موضوع شده و منشی اظهار نظر کرده است که نخیر، اینها دختران پیغمبر نبوده اند که شوهران اینها دامادهای پیغمبر شمرده بشوند، در صورتی که این اولین کسی است که همچین تشکیکی را کرده. انگیزش هم که معلومه، بله، و قبل از اون سابقه این نداره. ما اعتقادمون اینه رسول خدا صلوات الله و سلام علیه دختری غیر از حضرت زهرا نداشتن. اینها شبهه‌های به جایی نیست، یعنی مستند به اخبار ائمه اطهار علیهم السلام نیست. برای اولین بار این شبهه از ابوالقاسم کوفی احمد ابن علی احمد قاسم ابوالقاسم کوفی زیدی غالی فاسد المذهب، یعنی رجالیون ما، وقتی که این شخص رو متعرض شدن ازش تعبیر به غال فاسد المذهب تعبیر کردن. این آقا در کتابی دارد که کتابش هنوز موجوده، متوفای 353 هجری است، در راه شیراز فوت کرده، یعنی نیمه قرن چهارم هجری. این آقا کتابی داره به نام الاستغاثه من بدع الثلاثه و در ذکر متائن خلیفه سوم متعرض این موضوع شده و منشی اظهار نظر کرده است که نخیر، اینها دختران پیغمبر نبوده اند که شوهران اینها دامادهای پیغمبر شمرده بشوند، در صورتی که این اولین کسی است که همچین تشکیکی را کرده. انگیزش هم که معلومه، بله، و قبل از اون سابقه این نداره. حالا من نمیدونم حماقت حدی داره آقای محسن، اینا واقعا در این قضايا از حد گذراندن. بله، از حد گذراندن، هر روزم برن رسوا میشن دا، ولی باز همینطوری دارن. حالا نمیدونیم چیه قضیه. واقعا جا داره که یک نفر بیاد تو این عصر تشعشع اطلاعات و رسانه و دروغ اینجوری میگه، این طور دروغ، این طور تزویر، اوف بر این شرف، ای اوف بر این وجدان، لعنت بر این وجدان.